امروز میخواستم نحوه انتخاب سهام عقب افتاده از شاخص بورس رو بهتون آموزش بدم. وارد سایت رهاورد 365 میشید. توی این سایت یه سری منوهای داریم، اون بالا اگر روی منوی شاخص کلیک بکنید کل شاخص های بازار رو توی اون تاریخ بهتون میده، یعنی الان تاریخ 1/5/99 رو بهتون میده که کدوم شاخص ها بعضی هاشون تاریخشون فرق میکنه، توی چه مرحله ای از کارشون هستن. مثلا فرض کنید شاخص سیمان رو انتخاب میکنیم، توی شاخص سیمان نمودار سیمان رو بهتون میده و اینکه کل سهام سیمانی بورس ایران هم توی این گروه بهتون میده که با سین شروع میشن. برای اینکه یک سهم رو خوب رو انتخاب بکنید، ابتدا وارد صفحه اول رهاورد میشید. توی صفحه اول رهاورد نمودار شاخص کل بورس رو انتخاب میکنید، نمودار پیشرفتش رو انتخاب میکنید. البته قبل از همه اینا باید یه آیدی ساخته باشید که بتونید لاگین بشید. خب من نمودار کل بورس رو انتخاب کردم تو حالت لوگاریتمی و تایم فریم روزانه، این رو انتخاب کردم. حالا میایم به شاخص، مثلا من میخوام سیمانی ها رو بسنجم، روی صفحه اصلیتون کلیک راست بکنید، توی قسمت کامپیر اور اد سیمبل میایید شاخص سیمان رو مینویسید. خب یه سری وقتی که شروع به تایپ میکنید، اجازه بدید من یه بار دیگه بنویسم. ببینید سیمان، خب یه سری چیزهایی این بالا داره، یه سری منوهایی داریم این بالا. اگر بیاید سهام رو انتخاب بکنید، سهام سیمانی رو بهتون میده. اگر بیاید شاخص رو انتخاب بکنید، شاخص اون صنعتی که این بالا رو نوشتید بهتون میده. خب من میام شاخص سیمان رو انتخاب میکنم. میبینید شاخص سیمان رو بهتون داد، چون که شاخص قبلیم لوگاریتمی بود اینم لوگاریتمی میکنم. الان میتونید نسبت شاخص سیمان با شاخص کل رو ملاحظه بکنید که شاخص سیمان روی چه عددیه و شاخص کل روی چه عددیه. هر کدوم از این نمودارا هم که میذارید اینجا روبروی اسمش یه این گوشه بالا میتونید از توی تنظیمات رنگش رو و سایز لاین نمودارش رو عوض بکنید و اینکه یه سری تنظیمات دیگه داره که خودتون میتونید انجام بدید. خب حالا فرض کنید من شاخص سیمانی ها رو گذاشتم، شاخص کل رو هم گذاشتم، نسبت به اون سنجیدم، حالا با هر ابزاری که شما میخواید بسنجید اون رو میسنجیم. عذرخواهی میکنم، میخوام مثلا شاخص یه سهم سیمانی هم بذارم که توی گروه خودش بسنجمش، نسبت به قبلش ببینم توی چه حالتی بوده. دوباره بیم کامپیر رو میزنیم، مثلا سخاش. خب توی گروه دست شاخص نیست، توی سخاص، توی سهام سیمان خاش انتخابش میکنیم، این هم لوگاریتمیش میکنیم و اینکه میایم از بالا توی این تنظیماتش مثلا رنگ سخاش رو قرمز میکنیم. خب ملاحظه میکنید که سخاش نمودارش از شاخص، اگر سیمانی ها رو من بیام اینجا رنگش رو سبز بکنم که بهتر قابل درک باشه، از شاخص سیمانی ها نمودارش بالاتره، الگوی نمودارش، و نسبت به شاخص کل میسنجید که چقدر. خب اگه بخوام یه مثال دیگه براتون بزنم، شاخص کل بورس رو آوردم، تصویر رو بزرگ میکنم، روی روزانه تنظیم شده لوگاریتمی، روی صفحه کلیک راست میکنم، کامپیر رو میزنم و مثلا میخوام سهم حفاری رو با شاخص کل بسنجم. وقتی حفاری رو میزنی روی سهم کلیک میکنی، منظور حفاری شمال بوده،
روی حفاری شمار که کلیک بکنید کلن لگاریتمش میکنیم که با هم همخوانی داشته باشم. ببینید که در راستای شاخص بورس تقریبا نوسان قیمتی سهم یکی بوده تا بالا. خب بعد از اینکه این رو انتخاب کردید میتونید بیاید از ابزارهایی که هستن اینجا خودتون استفاده بکنید که درصد رشد شاخص نسبت به این سهم یا اینکه عقب افتادگی این سهم از شاخص رو حساب کنید.